تیم یحیی با شماره 7 به اوج برگشت. سروش اومد، پرسپولیس صدرنشین شد. هفت بازی، 7 برد، 15 زده، 2 خورده، 18 امتیاز و صعود به نیمه نهایی جام حذفی. این روند موفق حاصل عمل کرده پرسپولیس از روز بازگشت فقط یه بازیکن به ترکیب اصلیه. آقای شماره 7 که با حضورش تو ترکیب قرمزا، اونم بعد از شکست تلخ لحظات پایانی مقابل رقیب اصلی تو کورس قهرمانی، آرامش و نظم و به بازی پرسپولیس برگردوند و تیمیو که حسابی از رئیس کسب جام عقب افتاده بود به صدر جدول رسوند. سروش رفیعی تغییر مهم یحیی گل محمدی تو هفته 24 مقابل تیم سخت به باز و آماده محمد ربیعی بود. بازیکنی که برخلاف شروع موفق تو این فصل آروم آروم از روزای خوبش فاصله گرفت و مثل سیامک نعمتی اون یکی بازیکن ظریف و خلاق قرمزا به نیمکت تبعید شد. سروش اما همون جور که خارج از زمین حواسش به اتفاقای اطرافش بود و نصف جامعه ایران رو از یاد نبرد، چه تو ترمینا و چه تو زمین با هوش و تمرکز مثال زدنی خودشو به ترکیب اصلی تحمیل کرد و تبدیل به شاه کلید یحیی شد. کار مهم رفیعی وقتی برای تیمش ارزشمندتر میشه که متوجه نقش جدید و مدرن اون تو شکل بازی پرسپولیسیا بشیم. سروش که تا قبل از این روزا بیشتر نقش هافک هجومی و مهاجم سایه رو تو پرسپولیس برانکو و فولاد و تراکتور داشت و حتی تو همین پست تو سپاهان محرم بهترین گلساز لیگ شده بود، این بار تو نقش جدیدی شروع به درخشش کرد. در شرایطی که سجاد شهبازداده، مهاجمی که با پاسای سروش تو لیگ 20 مقای گل شد، امسال حتی یه گل هم نزده، سروش تو نقش نفر دوم دبل پیوت مرکز زمین یحیی کمال کامیابی نیا رو به نیمکت چسبوند و با اضافه کردن دوندگی و جنگندگی بالا به سبک بازیش و همراه کردن خلاقیت همیشگیش، هفته های اخیر رو تبدیل به پیک عملکردی ترابی و آل کثیر کرد. کاری که تو سطح خیلی بالاتر جود بیلینگام برای دورتموندیا انجام میده. یه هافک مدرن و بیهاشی و خوش اخلاق که وقت نیمکت نشینی به جای غر زدن تلاش کرد و زمان حرف زدن و عمل کردن به جای ناپدید شدن با استراحت تموم صحبت کرد و ایستاد تا هم هوادارای پرسپولیس، هم سرمربی تیم صدرنشین و هم حسین ماهینی از داشتن همچین بازیکنی تو تیمشون لذت ببرند.